مریم بهرامی از اعضای گروه فمینیستا از برلین. خانم بهرامی وقت شما بخیر. تصاویری دیدیم از اعتراضات دانشجویان در خوابگاه ها. میشه گفتش که دیگه دانشجو فقط در طول روز و در دانشگاه اعتراض نمی کنند، در شب ها و در خوابگاه ها اما شاهد اعتراضات گسترده دانشجویان، مخصوصا دانشجویان دختر هستیم. روند اعتراضات دانشجو رو چطور ارزیابی میکنید؟ سلام عرض میکنم به شما و بیننده های عزیزتون از محل تحصنگاهمون به حضوری دفتر حزب سبز خواب. من یک متن رو خوندم تو توییتر، فکر میکنم که به نظرم اینجا هم مصداق پیدا میکنه. این مثل قول چراغ جادو هست که از چراغش اومده بیرون و دیگه شما نمیتونید رو برگردونی به چراغش. و دقیقا اعتراضات دانشجویی هم همین هست و ما میبینیم که دانشجوها دارن تلاش میکنن که این اعتراضات رو تداوم ببخشن و چه حالا روزها در دانشگاه، کلاس‌های درس، اعتراض به تفکیک جنسیتی در سلها و چه شبها در خوابگاه‌ها. تمام تلاششون این هست که آتش اعتراضات رو نذارن خاموش بشه. روند شعارها رو چطور میدونید؟ آیا این به نظر شما این رادیکال تر شدن شعارهای دانشجویان رو باید در آینده هم منتظرش باشیم؟ یا اینکه اصلا اینکه اعتراضات دانشجویی به اعتراضات خیابانی در آینده نزدیک به پیونده؟ من حس میکنم که این روند شروع شده، چون همینطور که فکر میکنم چند روز پیش بود که دانشگاه آزاد تهران اعتراضات دانشجوها به خیابون کشیده شد، ولی کلن اعتراضات دانشجوها داره نشون میده حتی در داخل دانشگاه دانشجوان شعارهای رادیکالی که مردم در خیابون فریاد میزنند و فریاد میزنند و این نشون میده که دقیقاً همراستا و همسو با اعتراضات مردمی در خیابون هست. و حتی میبینیم که بعضی وقتا دانشجوها خلاقانه شعارهای رادیکالتری رو هم به این فضا اضافه میکنند و من حس میکنم که به زودی ما این اعتراضات دانشجو رو میبینیم که به خیابون کشیده میشه، ولی حتی اگه به خیابون هم کشیده نشه و در داخل دانشگاه باشه، همراستا و همسو با اعتراضات مردم در خیابون هست و هیچ تفاوتی نداره و دقیقا میبینیم که همون شعارها رو فریاد میزنن. سپاسگزارم، مهمان ما بودید مریم بهرامی از اعضای گروه فمینیستا از برلین. ممنون، مرسی.